در این ویدیو ما در مورد پیوند خانواده، چه کسانی واجد شرایط پیوند خانواده اند، چگونه می توانید درخواست کنید و بعضی از چالش ها و مشکلاتی که مردم در جریان درخواست پیوند خانواده روبرو می شوند بحث خواهیم کرد. آیا به یونان رسیده اید؟ آیا در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا خانواده دارین؟ شاید فرزند، همسر و یا شوهر شما در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یک سال پیش، دو سال پیش و یا 6 ماه پیش سفر کرده و می خواهید دوباره یکجا شوید؟ یا اینکه خانواده شما وضعیت متفاوت تجربه کردن. ما میفهمیم از مارچ 2016 سفر کردن به شمال اروپا خیلی پرخرج بوده و همچنین مشکل بوده، به خصوص برای یک خانواده مکمل. کمبود شغل، حمایت مالی کم، به این معنی که فراهم کردن مصرف یک خانواده داخل یونان خیلی مشکله. شاید شما به این تصمیم رسیده باشین که سفر کردن به شمال اروپا زندگی مطمئنی برای شما و بچه‌های شما فراهم میکنه. ما میدانیم که خیلی از خانواده ها با مشکلات زیاد تصمیم گرفتند تا یک عضو خانواده را از یونان غیر قانونی به کشور دیگر اروپایی مانند جرمنی یا اتریش بفرستند و بعد برای پیوند خانواده درخواست کردند تا بقیه اعضای خانواده مطمئن و قانونی بتوانند با آنها یکجا شوند. بسیاری از خانواده ها موفقانه این روش را انجام دادند. با این حال بسیاری از خانواده های دیگر هنوز دچار این زجر هستند و رد شدند که باعث دوری های دلشکننده، دردناک و صدمه های روحی شده است. 4 تفل دارم. مدت 10 ماه میشه که من به یونان هستم. از طریق مرز ادرنه، مرز خشکی ترکیه داخل یونان شدم. ما کل ما میخواستم رد بشیم که منتها تنها خانم و دختر میتونستم رد بشم. بعد از ما چم گیم زدیم نشد که ما رد شیم. بعدن به مدت 9 ماه میشه که من پیوندی زدم. متاسفانه پیوندی ما به مدت تقریبا 1.5 ماه الا 2 ماه پیوندی ما جواب رفت و پیوند ما رد خورد، چون اینجا میگفتن که 3 ماه اسناد میمونه، بعد از 3 ماه میره. اگر شما داخل یونان هستید و عضو خانواده واجد شرایط شما که واجد شرایط بعدا تشریح میکنید که برای حمایت بین‌المللی درخواست کرده و یا درخواست اونا پذیرفته شده و همچنین در کشورهای مثل بلژیم، دانمارک، فرانسه، جرمنی، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، انگلستان، اتریش، سویدن، فنلاند، نروژ، ایسلند و یا سوئیسرلند هستند، پروسه درخواست برای پیوند خانوادگی تحت قوانین مشخص که در تمام اتحادیه اروپا قابل اجرا هست میتونن انجام بدن که نام این قانون دوبلین 3 هست. دوبلین 3 مجموعه از قوانین است که نشان میدن کدام کشور اروپایی مسئولیت پناهندگی شما را بر عهده دارد و همچنین این قانون مشخص میسازد که اگر شما در اولین کشور اروپایی مثل ایتالیا یا یونان اثر انگشت داشته باشید و به کشور دیگری مثل آلمان رفته باشید، آنها میتوانند با استفاده از این قانون شما را دوباره به همون کشور اول بازگردانند و شما باید در همون کشور اول پناهندگی را اجرا نمایید. همچنین به رسمیت شناخته شده که مردم باید بتوانند پناهندگی خود رو داخل همون کشوری که خانواده اونها هستن اقدام کنن، که این امر اجازه میده که پیوند خانوادگی اتفاق بیفته. این خیلی مهم است که به خاطر داشته باشید که مقدونیا، آلبانیا، مونتنگرو، سربیا و بوسنیا شامل قانون دوبلین نمیشوند. پس شما اگر به آنجا سفر کنید نمیتوانید تحت قانون دوبلین 3 برای پیوند خانواده درخواست کنید. پس چه کسی تحت قانون دوبلین 3 واجد شرایط برای پیوند خانواده است؟ اگر شما زیر 18 سال هستین و بدون والدین یا سرپرست خود سفر کردین، شما میتونین درخواست بدین که با پدر، مادر، خواهر، برادر، خاله، عمه، کاکا و یا پدرکلان، مادرکلان خود یک جا بشین. فقط توجه داشته باشین اگر 17 ساله هستین و بدون خانواده سفر کردین و یا سن 18 ساله تکمیل میکنین، این مد نظر گرفته نمیشه. درخواست شما بستگی به سن شما داره که در هنگام درخواست پیوند خانواده انجام بدین. و یا اگر شما بزرگسال هستید، بالای 18 سال سن دارید، شما می توانید درخواست کنید که با همسر و یا طفلتان که هنوز بالای سن نشده است و اگر درخواست پناهندگی کرده یا پناهندگی و یا حمایت بین‌المللی حاصل نموده زندگی کنید. اگر طفل 17 ساله است و سن 18 سالگی را تکمیل کند، این مد نظر گرفته نمی شود. درخواست شما بستگی به سن طفل شما دارد که در هنگام درخواست پیوند خانواده انجام می دهید. در بعضی موارد یک کشور اروپایی می تواند درخواست پیوند خانواده را بدون عملی کردن مواردی که ذکر کردیم تحت دلایل بشر دوستانه قبول کند. این می تواند موارد خیلی جدی، مشکلات صحی و یا آسیب پذیری و یا کسانی که نیازهای خاص دارند باشد. اگر شما همچنین نیازهایی دارید، مطمئن شوید که در مصاحبه ثبت نامتان در مورد پیوند خانواده سوال کنید.
این بر اساس کیس با کیس تصمیم گرفته می شود و در حال حاضر خیلی سخت می باشد. متاسفانه در عمل اکثر اسنادی که ثابت می سازد که یک آدم بیماری دارد کفایت نمی کند. مگر اینکه شما بتوانید ثابت کنید که به خاطر بیماری جدی شما، شما وابسته هستید به اون فامیلی که ازش جدا شده اید. اگر شما به یک مدت طولانی از فامیل خود جدا بوده اید و می خواهید بگویید که با آنها بستگی دارید، بعد دوباره باید شما معلومات فراهم کنید که چگونه شما توانستید متوجه خود باشید از زمانی که از هم جدا شده اید و چرا پیوند خانواده هنوز برای شما حیاتی است. چگونه می توانیم برای پیوند خانواده درخواست کنیم؟ اگر عضوی از خانواده شما به شمال اروپا رسیده است و میخواهد با فامیل خود در کشوری که رسیده است دوباره یکجا شود، لازم است درخواست پرندگی کند. در هنگام درخواست پرندگی لازم است ذکر کند در اقصانقاط دنیا فامیل و یا خویشاوندی دارد که میخواهند دوباره با هم یکجا شوند و همچنین اطمینان حاصل کنید که اعضای خانواده شما نام خانوادگی و تاریخ تولد اعضای خانواده شما در کشور یونان با استفاده از حروف اروپایی و جنتری اروپایی به همان شکل که نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد خود خور در یونان ثبت کردین و مقامات ارائه بدن و همچنین از خویشاوندان خود بخواهید که جدیدترین مدرک شناسایی را که از مقامات کشور برای درخواست پناهندگی دریافت کردن به منظور بررسی مجدد با یک سازمان غیر دولتی که ثابت کنه ایشان در کدام مرحله پناهندگی هستن ارائه دهند و به شما بفرستن. اگر شما در یونان هستید و اعضای خانوادهتان در جاهای دیگر اروپا هستند، تحت معیارهای قرار میگیرید که ما برای پیوند خانواده مورد بحث قرار دادیم. سپس به خدمات پناهندگی بروید و اظهار کنید که میخواهید برای پیوند خانواده هر چه زودتر درخواست کنید. یک وقت ملاقات با خدمات پناهندگی در آتن، تسالونیکی و یا جای دیگر بگیرید تا برای پیوند خانواده درخواست کنید. معمولا شما طبق روش درخواست پناهندگی پیش میروید، اما برای پیوند خانواده درخواست میدهید. به شما یک رزرنامه داده خواهد شد تا امضا کنید. در آن نامه ذکر شده است که شما می‌خواهید درخواست پناهندگی شما در آن کشوری که خانواده شما در آنجا هستند مورد بررسی قرار بگیرد. و همچنین یک رزرنامه از عضو فامیل شما که در کشور دیگه اروپایی هست ضروریه. و اگر شخصی که درخواست پیوند خانواده در او کشور دیگه ثبت میکنه فراموش کنه که این ورقه را آماده کنه، خانواده شما باید باخبر باشه و کمک بگیره برای درخواست این فرم و همچنین تکمیل کردن این فرم. این خیلی خیلی مهم است که شما و خویشاوندانتان همون شماره محلی رو که برای دفتر پرندگی یونان و برای دفتر پرندگی آن کشوری که فامیل شما میباشد داده اید یکسان باشد. شماره را نگه دارید. واتساپ و وایبر را برای تماس با دفتر خدمات پرندگی استفاده نکنید. لطفا یک شماره موبایل داشته باشید که به تماس‌های داخلی کار کنند، نه واتساپ و نه وایبر. این کار میتواند باعث شود که شما تاریخ را از دست بدهید و حتی کیستان بسته شود. لطفاً خیلی هوشمندانه عمل کنین. از تمام اسناد خود و خانواده خود کپی‌های واضح و تمیز بگیرین. شما میتونید سم اسکنر که خیلی خوب اسکن میکنه دانلود کنین. و دوباره تاکید میکنیم آن عضو از فامیل شما که در کشور دیگه اروپایی درخواست پناهندگی کرده به او بگین، از او بخواین که جدیدترین مدارکی که از مقامات اون کشور برای درخواست پناهندگی میگیره به منظور بررسی مجدد با یک سازمان غیر دولتی در یونان به شما بفرسته تا شما بتونید پیگیری کنید که در کدام مرحله ثبت نام قرار دارن. و همچنین لطفاً یک کپی از سند هویت خانواده خود را با خود داشته باشید. همچنین شماره تماس‌های خانواده خود را با وکیل و یا هر کسی که حمایتشان می‌کند را با خود داشته باشید. یک فایل از خانواده خود درست کنید با مدارکی مانند تصدیق ازدواج، تصدیق تولد و اسنادی که از کشور شما که ارتباط فامیلتان را ثابت می‌کند مثل عکس و یا فیلم. لطفاً در مورد پیدا کردن اسناد درست هوشمندانه عمل کنید. قبل از اینکه بروید وکیل را ببینید، فکر خیلی خوب است که اسناد را به هر زبانی که است به انگلیسی یا جرمنی ترجمه کنید و همچنان صفحه فیسبوک خدمات پناهندگی را دنبال کنید تا از تمام معلومات در مورد ساعات کاری، تظاهرات و یا هر چیز دیگر با خبر باشید. باید کوشش کنید یک شهادتنامه از یک کارمند اجتماعی، دکتر، وکیل یا یک روانشناس از اینکه شاهد تماس شما یا اسکایپ شما بوده باشه و یا متوجه شده باشه که جدایی شماها چقدر از لحاظ روانی به شما و یا عضو دیگه خانواده شما مشکل شده. اونها میتونن یک شرح حرفه‌ای از اینکه ارتباط خانواده شما اصلیه و باید هر چه زودتر با همدیگه یک جا بشین ارائه کنن. به یک سازمان غیر دولتی مراجعه کنید که در طول پروسه شما رو همکاری کنن. آتیما، سولیداریتی ناو، APR، GCR و NCR برای خردسالان و آرسیس که ساعت کار این سازمان ها را در بخش کامنت های هم ویدیو میتونید ببینید. و اگر سند دیگری نباشد مقامات میتونه از شما درخواست تست دی ان ای بکنه. این بود بخش اول معلومات در مورد پیوند خانواده. در بخش بعدی پیوند خانواده ما برای شما در مورد اینکه مهلت 3 ماهه پنهان چیست،
چه مدت زمان پروسه طول می کشد، حقوق شما بعد از درخواست برای پیوند خانواده، انواع پیوند خانواده و چالش هایی که از طرف دولت های اروپایی به وجود آمده اند بحث خواهیم کرد. پس منتظر بخش بعدی این ویدیو باشید و حتما تماشا کنید. چانس خوب.